با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. اینجا بندر عباس است، پایگاه دریایی سپاه، به سوی جایی در حوالی شهرستان بشاگرد، 190 کیلومتری بندر عباس. با وجود دیده کم و هوای طوفانی اما راهی میشن. جایی در همین حوالی در محاصره کوه و بیابان 4 سال پیش سید آرزوی خیلی ها رو با خود برد. چرا چیز ما وایسای لاغوت شد؟ این خونه من نگاه کن، سلا اومده زندگی ما الان اینجوری همه گره گله مثل چسبه. الان ما داخل خانه نمیتونیم بریم. زندگی این خونه مستعد خونه همه چیز که نمانده با. این خونه من نگاه کن، سلا اومده زندگی ما هیچی هم تو خونه نداریم. در میان این سیل و ویرانی ها اما آرزویی متولد می شود. دقیقاً این نقطه کجاست بچه‌ها؟ شهر شهیدی هاست کازم سلیمانی. آرزو اهل اینجاست و در میان بچه هاست. اسمشو گذاشتیم آرزو به خاطر اینکه آرزوی خانواده و خوشی خانواده به خانواده ما بیاد. الحمدلله هم اومد. اومدنش هم سپا بود که اومد. امیدواریم بازدید بعدی که میایم شما رو خیلی سرحالتر داخل خونه ها ببینیم و انشالله تعالی شما به زندگی قبل و بهتر از اون به فضل الهی برگردید. پدر آرزو میگوید تا پیش از آن که سپاه برایشان سرپناهی بسازد، فکر چنین خانه‌ای برایشان سخت بوده با توجه به شرایط سخت منطقه. تو کپر بودیم که شب بود، سیل اومد خونه هامو خراب کرد. سپاه اومد اونجا ما رو بلند کرد آورد اینجا. از گرما شدت اینجا نمیتونستیم بیریم بیم، از کپر بیریم بیریم، از چادر بیریم بیریم، ولی اینا داشتن یعنی بلوک جا به جا میکردن، آهن جا به جا میکردن، درب میساختن. امروز به یکی از آرزوهای من رسیدیم. شما عزیزان صاحب مسکن مناسبی شوید. خونه ها، مسجد، مدرسه، مدرسه راهنمایی. اما ما میخواهیم از بچه ها بپرسیم که آنها چه آرزویی دارند. دوست داری بزرگ بشی چیکار بشی؟ پلیس. همین تو دوست داری چیکار بشی؟ سپاهی. سه سپاهی بشی؟ بله. چرا؟ چون مردم کمک کنم. اما ما قراره به سراغ کسایی بریم که حالا آرزوی بچگیشون برآورده شده. مثلا آنهایی که در خلیج فارس مسئولیت امنیت تنگه هرمز را بر عهده دارند. آنها کسانی هستند که آمریکایی ها را به زانو در آوردند. آنها اینطور قدرت آمریکا را به چالش میکشند. یک نفر از آنها سردار میشکاری است. 24 سال است در تنگه هرمز خدمت میکند. آمریکایی ها به قایق‌های تندروی سپاه چی میگن؟ زنبورهای سرخ. یادت بره دیگه بیخندی فرد. خودش از دوران کودکی وقتی 12 سالش بود در سال 66 آرزو داشت پاسدار شود. وقتی شهید مهدوی را دید، آرزوی همه این عزیزان، این پاسداران عزیزی که در تنگه هرمز خدمت میکنن، از بچگی مثل من خدمت در لباس مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که ما حالا به دلایل امنیتی نمیتونیم متاسفانه تصاویرشون رو پخش کنیم. حالا به نمایندگی از حافظان تنگه هرمز به یک دیدار دعوت شده. احیانا شما مسافرین؟ انشاءالله. کجا؟ انشاءالله تهران. چرا؟ دیدار حضرت آقا. چه حسی داره الان؟ حسش قابل وصف نیست. جز آرزوهای واقعا دست نیافتنی موندو. ما تا حالا نرفته بودین؟ نه. برای اولین بار به اینجا حسینیه امام خمینی می آید. سلام. یا الله
اما او با همه فرماندهان سپاه امروز بعد از 4 سال دوباره اینجا حاضر شدند. لحظه دیدار نزدیکه و ما خوشحالیم که انشالله به مراد دلمون میرسیم. از نسل اول فرماندهان تا جوانترهای امروز، از اون زمانی که ما چشم باز کردیم آقا بونون فرمانده ما شناختیم توی کانال ماهی، اونجا که حاج قاسم و مرزا قربانی رو خط مقدم بودن، اونجا ایشون اومد تو خط مقدم جایی که تقریبا 100 متری عراقی ها بود، بونون فرمانده قرار کربلا. چی شد سپاهی شدی؟ من آرزوم بود از بچگی دیگه. آره چرا؟ دوست داشتم این لباسا، لباسی که خدمت کنه به مردم، از ابتدا دوست داشتم. یکی از بزرگترین آرزوام بود که پاسدار بشم و شدم. همه خوبی را خوبی ها رو در سپاه دیدیم. سپاه و رویشاشو چطور دیدی؟ دلانگیزه. سپاه امروز بسیار قدرتمندتر، منسجمتر، باسوادتر و آینده نگهتر از سپاهی است که ما تشکیل دادیم. کاری که سپاه نیروی دریاییش در شهرک شهید سلیمانی و روستاهای هرمزگان کرده، کاری که نیروی زمینی سپاه در آبرسانی و آبادانی بیش از 2000 روستا در استانهای مرزی کرده، بخشی از اقداماتی است که تا امروز سپاه در حوزه محرومیت زدایی انجام داده. ماموریت اصلی سپاه کمک به انقلاب، کمک به مردم، هر کجا نیاز داره. دغدغه مردم، گرفتاری مردم، گرفتاری سپاهه. ما کنار مردم باید بایستیم. مردم باید بدونن که سپاه کنار اوناست و محرومیت بابی هست که ممکنه مردم رو ناراضی کنه از انقلاب. ما به دنبال این هستیم که مردم از انقلاب راضی باشن. در کنار محرومیت زدایی، سپاه سدی در مقابل تهدیدات دشمنان علیه همین مردم است. دو بال موشکی و دریایی. آمریکایی اگه بخوام گلدوری بکنن توی منطقه، شما چیکار می‌کنید؟ من سری جوابشو میده. آمریکایی‌ها الان حتی قدرت تهدید کردن هم ندارن. به واقعیت‌های ما بیشتر پی بردن و به واقعیت‌های خودشون. واقعیت از یک قدرتی که در کنار مردم به بزرگترین قدرت موشکی غرب آسیا رسیده. واقعیت تسلط کامل ایران بر تنگه هرمز و امنیت خلیج فارس است. قدرتی که حالا همه تهدیدات علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران را به بیرون شعاع 2000 کیلومتری موشکهایش محدود کرده. امریکایی‌ها بیش از 10 ساله این رو اعتراف دارن که اونها باید برن توانی ایجاد کنن که در برابر ایران بازدارنده باشه. ما نظامی هستیم، تحت فرمانی، جواب دشمن را ولی امرمون میده، ما عمل میکنیم. و حالا انتظار 4 ساله به پایان خود نزدیک میشود. و بالاخره دیدار اولی نسل از فرماندهان سپاه و همه آنهایی که دوست داشتن روزی سپاهی شوند با فرمانده کل قوا، کسی که آنها را فرزندان خود می‌داند. رهبر انقلاب در ابتدای بیاناتشان خیلی خوش آمدید، جاذبه اصلی سپاه برای نسل‌های امروز را در همتنیدگی قدرت نرم و قدرت سخت و نظامی سپاه دانستن. و جذاب واقعا. نیروی جوان نگاه میکنه میبینه در این مجموعه علم و عمل در هم تنیده است. قدرت سخت و قدرت نرم در هم تنیده است. قدرت سخت موشک و پهباد و امثال این هاست. قدرت نرم حضور در بین مردم، حرف زدن به مردم، کمک به مردم. و بود اصلی قدرت نرم سپاه را
محرومیت زدایی و ماموریت‌های ویژه آن در مناطق محروم روستایی گفتن. رفع محرومیت یکی از بخشایی که همچنان ناشناخته است، همچنان گزارش درست و حسابی از اون به مردم داده نشده. حرکات سپاه و اقدامات سپاه در رفع محرومیت اقشار ضعیف مردم کارهای بزرگی انجام گرفت. قبل از بیانات رهبر انقلاب، سردار سلامی: ما هرچه توانستیم قدرت ساختیم، ما قدرت ساخت قدرت پیدا کردیم. در حال ارائه گزارش به ایشان بودند که ناگهان یاد غائب بزرگ دیدار امروز می کند. 4 سال پیش در میانه این اجتماع مردی آسمانی روی زمین نشسته بود، مردی با آرزوهای بزرگ و همت بلند که رایحه دلانگیز جهاد و عطر شهادت از وجودش به مشام میرسید. رو بغض کرد. سخته تحمل ندینن قاسم، خیلی سخته، خیلی مشکله. سردار سلیمانی غائب بزرگ دیدار فرماندهان کل سپاه با رهبر معظم انقلاب روزی از ابتدای ورودش به سپاه یک آرزو داشت. او آرزوی خودش رسید. او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد. با آرزوی خودش رسید. امیدوار انشالله ما هم با آرزوی خودمون برسیم به خدای متعال این فقدان رو جبران کنیم. مردانی با لباس سبز پاسداری که آرزوی آرزوها را برآورده می‌کنند، یک آرزو دارند: خدمت به این مردم. در این راه اما گاهی لباس‌هایشان خاکی و گلی می‌شود، گاهی هم خونی. خیلی ممنون و متشکرم عزیزان که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.